دوستان همراهان عزیز فارسی مدیا سلام، وقتتون بخیر. در این ویدیو قصد داریم در رابطه با جوانسازی پوست تا کاهش وزن همراه با لیمو ترش صحبت کنیم. از ویتامین های لیمو ترش میشه درصد بالای ویتامین C، ویتامین گروه B و ویتامین A و از املاح معدنی بیشمار و بسیار مفید اون پتاسیم، منگنز و منیزیم رو نام برد. لیمو ترش مانع شل شدن و شروع شدن پوست و پیری زودرس میشه. برای پاکسازی لکه های پوستی میتونید آب لیمو ترش رو روی پوست مالید و از شب تا صبح روی اون بمونه. همچنین از عصاره لیمو ترش با گلیسرین میتونید خستگی پوست و ترک های پوست رو از بین ببرید و همچنین پوست لیمو ترش ویار زنان باردار رو کاهش میده و قوه هاضمه اونها رو تقویت و تهوه اونها رو از بین میبره. نوشیدن 8 لیوان 8 اونسی هر روز تعدادی از مزایای سلامت رو فراهم میکنه. نوشیدن لیمو ترش در آب برای شما آنتی اکسیدان فراهم میکنه. لیمو یک منبع بسیار خوب از منیزیم و پتاسیمه. بدن انسان حدود 60% آب داره. بنابراین جای تعجب نیست که آب برای سلامتی شما مهمه. آب سموم رو از بدن دفع میکنه و مانع از دست دادن آب بدن و انرژی رو برای شما نگه میداره. نوشیدن حداقل 8 لیوان 8 اونسی مایعات در روز از جمله آب ضروریه. همراه فارسی مدیا در یوتیوب باشید. جوانسازی پوست. چند محصول مراقبت از پوست برای ترویج سلامت و جوانسازی پوست وجود داره، اما لازم نیست که شما پول زیادی برای محصولات گران قیمت برای بهبود صافی و ظاهر پوست صرف کنید. لیمو حاوی ویتامین C، فلانوئیدها و آنتی اکسیدان هایی که سبب تقویت کلاژن میشه. آب لیمو میتونه سبب هیدراته و جوانسازی پوست شما بشه. ویتامین C و فلانوئیدها هم در برخی از محصولات مراقبت از پوست موضعی وجود دارن. توصیه نمیشه که شما آب لیمو رو به طور مستقیم بر روی پوستتون قرار بدین، چون نور خورشید میتونه سبب سوختگی دردناک با لیمو بشه. مورد بعدی بهبود هضم. آب لیمو باعث بهبود هضم غذا میشه. لیمو خودش اسیدیه و اونها رو به بزاق در تجزیه غذا برای هضم بهتر کمک میکنه. علاوه بر این، فلانوئیدها در لیمو سبب تحریک ترشح آنزیم های گوارشی میشن. مورد بعدی جنگ با عفونت. خطر ابتلا به عفونت در طول فصل سرماخوردگی و آنفولانزا بالاتره. اگه میخواید سالم بمونید در طول روز آب لیمو مزه مزه کنید. ویتامین C و آنتی اکسیدان ها در لیمو میتونه سیستم ایمنی بدن شما را تقویت و به بدن شما در مبارزه با عفونت مثل ویروس سرماخوردگی و آنفولانزا کمک کنه. همچنین ممکنه طول مدت بیماری رو کاهش بده. مورد بعدی کمک به کاهش وزن. یکی دیگه از مزایای آب لیمو ترش کمک به کنترل وزنه. اسید سیتریک میتونه سوختساز بدن رو افزایش بده و به شما در سوزاندن کالری بیشتر و ذخیره چربی کمتر کمک کنه. فعالیت بدنی منظم و کنترل سهم غذا در رژیم غذایی برای از دست دادن پوند اضافی و کنترل وزن مهمه. بنابراین هدف برای حداقل 30 دقیقه فعالیت بدنی در بیشتر روزهای هفته باشه و نیمی از هر وعده غذایی میوه ها و سبزیجات باشه. مورد بعدی کاهش قند خون. به عنوان یک منبع عالی از ویتامین C، لیمو میتونه برای افراد مبتلا به دیابت مفید باشه. لیمو یک شاخص گلیسمی پایین و به تنظیم جذب قند به جریان خون در بدن کمک میکنه. در نتیجه شما ممکنه پیک قند خون رو کمتر تجربه کنید. و مورد آخر کاهش بیماری های قلبی. لیمو یک منبع بسیار خوب از منیزیم و پتاسیم برای قلبه. پتاسیم میتونه فشار خون رو به طور طبیعی پایین تر و سبب بهبود گردش خون بشه که خطر ابتلا به حمله قلبی و سکته مغزی رو کاهش میده. تحقیقات در ترکیبات لیمو به نام لیمونینز در حال انجامه که ممکنه قادر به کاهش سطح کلسترول بشه. فشار خون بالا زمانی که با کلسترول بالا ترکیب میشه میتونه سبب عروق خونی باریک و سخت بشه. اونها همچنین خطر حمله قلبی، سکته مغزی و بیماری های قلبی رو افزایش میدن. دوستان و همراهان عزیز فارسی مدیا متشکرم که همراه ما بودید. تا ویدیوی بعدی بدرود.